پروژه تفکر و تعمق در کلمات مکنونه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت رب اعلی. طرز نشستن: شما می توانید روی زمین بنشینید و یا روی صندلی. در این صورت دست ها روی زانو. در هر صورت باید به راحتی جالس گردید. مطلب مهم این که کمرتان باید کاملا راست باشد، به طوری که قوسی در بالا تنه ایجاد نگردد. بعد از آن که به خوبی نشستید، برای مدت کوتاه به آرامی نشسته و دیگر حرکتی نکنید. حال موقعی آن رسیده که توجهتان را به نفس کشیدنتان معطوف دارید. مراحل نفس کشیدن: توجه به نفس کشیدن خود نمایید، یکی درون دمیدن و دیگری برون دمیدن. سعی نکنید نفس کشیدنتان را کنترل کنید. فقط به طور معمول نفس بکشید. حالا چشم ها را ببندید و به نقطه ای که خود علاقه دارید متمرکز کنید. مثلا روزه مبارکه، مقام اعلی، عکس حضرت عبدالبها، یک شاخ گل روز، خورشید، ماه، دریا، جنگل، قلبتان، هرچی دوست دارید. هر چیزی که حواستان را متمرکز خواهد کرد. حال از شنیدن آیات ملکوتی حضرت بهاءالله آماده شوید. ای پسر خاک، براستی میگویم غافل ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود توفق جوید. بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. ای پسر خاک، ای پسر خاک، به راستی میگویم غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود توفق جوید.
توفق جوید. بگو ای برادران، بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایی، به اعمال خود را بیارایی، نه به اقوال، نه به اقوال. بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایید، نه به اقوال. سپس به کلمات مکنونهی که خوانده شده توجه نموده و حدود 10 تا 15 دقیقه در تفکر در آن تفکر نموده و فکر کنید که این آیات به چه نحوی در خود شما و در زندگی روزانه تان تأثیر خواهد داشت و فکر کنید که این آیات به چه نحوی در خود شما و در زندگی روزانه تان تأثیر خواهد داشت. ای پسر خاک، به راستی میگویم غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود توفق جوید. بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایید، نه به اقوال. بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایی، نه به اقوال.